le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه دیگر از زیر آسمان پاریس. انجمن پزشکان ایرانی در فرانسه در شهر پاریس بسیار فعال هستند. ماهی یک بار تصور کنید 70-100 پزشک متخصص در همه زمینه ها جدا از حرفه اصلی خودشون در یک گردهمایی فرهنگی و هنری جمع می شوند و به انتخاب خودشون یک دانشمند، یک هنرمند و گاه یک همکار رو دعوت میکنن تا از دانسته های او بر دانسته های خود بیفزاین. محیط بسیار جالبی، چندین گزارش در این چند ماه تهیه شده که به نوبت خواهید دید. اما این بار پروفسور صادقی. درباره پروفسور صادقی به اندازه طول عمر بیش از 80 سالش باید سخن گفت. 29 سال رئیس بخش قلب بیمارستان لوزان، یک بیمارستان دولتی سوئیس، سازنده و تأسیس کننده چندین بنیاد پزشکی در مشهد و داشتن کارنامه‌ای بسیار وسیع. حال این شخص پروفسور صادقی در مورد خیام کشف‌ها، نگاه‌ها و تحلیل‌هایی را ارائه داده، جدا از انتشار کتابش که خواهید دید، بلکه گفته هایی که بسیار جالب بود برای همه شنوندگان و امیدوارم و قطعا برای شما. افسوس که به دلیل محدودیت وقت بخش های از اون رو خواهید شنید. آقای دکتر حمیدانی عزیز، این افتخار رو بنده دادن که معرف آقای پروفسور صادقی بشم. البته آقای پروفسور شهرت بین‌المللی داشتن و تمام نخبه ها و پیشکسوت های ما ایشون رو میشناسن، ولی خب بنده امر ایشون رو قبول کردم. آقای پروفسور صادقی در یکی از روستاهای خراسان چکنه به دنیا آمدن. 85 سال پیش دوران دبستانشون رو در اولین دبستان دولتی که شادروان پدرشون تأسیس کرده بودن گذروندن. بعد برای دبیرستان قوچان مشهد در اون زمان یک امتحانی بود، کنکور اعزام دانشجویان ممتاز به خارج، که ایشون این امتحان رو دادن، با موفقیت زیاد انتخاب شدن و آمدن به سوئیس برای خوندن پزشکی. دوره پزشکی رو در سوئیس در لوزان انجام دادن. بعد برای تخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی قلب و عروق رفتن به آمریکا، و چون این دوره تموم شد قاعدتاً برگشتن به ایران. در اون زمان جراحی قلب باز هنوز تو ایران رایج نبود، بنابراین ایشون با این همه مهارت و تجربه‌ای که کسب کرده بودن مجبور شدن برگردن دوباره به سوئیس و لوزان. من خاطر نشون بکنم که همیشه از قدیم هر کسی که مشکل جراحی قلب داشت میگفتن بهترین مرکز دنیا اولش در لوزان هست و بعد احتمالاً آمریکا، جان هاپکینز و لوزان. و خود بنده مریض هایی رو داشتم که می آمدن فرانسه، می گفتن ما می خواهیم بریم به سوئیس، می خواهیم بریم محضر پروفسور صادقی، چون هم از نظر کار و جراحی و همین که جلوی بیمارستانشون یه هتلی بود واسه همراه های بیمارا. ما از زمان خیلی قدیم حسن شهرت و مهارت ایشون رو باهاش آشنایی داشتیم. به هر حال ایشون برگشتن دوباره به سوئیس، یک سال معاون بخش و 29 سال رئیس بخش جراحی قلب لوزان در سوئیس بودن. استاد دانشگاه شاگردان زیادی رو تعلیم دادن، تکنیکای جراحی قلب باز زیادی رو ابداع کردن، بیشتر از 350 مقاله معتبر دارن ایشون و به هر حال جزو افتخارهای همه ایرانی ها هست. در سال 96 به اجبار مثل همه به سن بازنشستگی رسیدن، برگشتن و در ایران توسط یکی از شاگردانشون دو مرکز جراحی قلب باز رو در مشهد راه انداختن و از کارهای نیک دیگه‌ای که کردن 21
مدرسه توسط بیمارانشون توی زادگاه خودشون حمام غیرالکس ساختن و در حال حاضر هم در حال کمک و اصلاح مرکز جراحی قلب دوشنبه در تاجیکستان هستن. به هر حال من یادم هست که اکثر اوقات نخبه ها و ژنی های ما که در پزشکی اینقدر درخشان بودن بعد از اینکه کار پزشکیشون تموم میشد به کار دیگه ای هم رجوع میکردن، در همون کار هم واقعا خبره و استاد بودن. حالا چون صحبت از آقای پروفسور صادقی هست، یکی از افراد دیگه آقای پروفسور آخوندزاده خودمون هستن، استاد پوست، بعد از اینکه کار پزشکی و پوست رو گذاشتن کنار، فیلم و فیلم سینمایی و حافظنامه ایشون جای خود داره. برای زمانی هم ایشون برای ما در حافظنامه ایشون صحبت بکنن. در حال آقای پروفسور صادقی بعدش به علت علاقه زیادی که به ادبیات داشتن به جمع‌آوری رباعیات خیام پرداختن. خب مشخص بود خیام هم مال همون خطه به اصطلاح پهلوان و دلیل پرور خراسان خود ما بودش. ایشون 110 عدد از رباعیات خیام رو منتشر کردن. انتشار اولشون به سه زبان انگلیسی و فرانسه و فارسی بود، در انتشار دوم زبان عربی رو هم اضافه کردن، 4 زبان، بعد در 5 نسخه و بعضی از این نسخه ها به 8 زبان، حتی چینی، ژاپنی، روسی، اسپانیایی هم ترجمه شده و آخرین جلدش جلد 5 به اصطلاح کار ایشون هستش. من وقت شما رو خیلی زیاد نگیرم. انجمن ما، همکاران ما خیلی مفتخر هستن که پای صحبت استاد باشن. بانوان و آقایان هموطن، ما خوشبختانه در اینجا یک همکار تاجیکی داریم، جناب دکتر سعید شاه اکرم که در اینجا هستن. ما تعجب میکنن که چرا ما اینقدر عربی حرف میزنیم در فارسی، برای که فارسی اینا خیلی سرتر و فارسی بهتری هست تا ما، برای که خوشبختانه از عربا دور بودن و در سرای ما را هم ندارن. هدف از این که اولا من از جناب دکتر مهران همدانی تشکر میکنم که دعوت کردن که در خدمت شما باشم و اون چی که تا به حال گیرم آمده از کارهای خیام و مخصوصاً رباعی‌های علمیشون خدمتتون عرض کنم تا چه قبول افتاد و چه در نظر آید. مجسمه خیام رو می‌بینید که توسط زنده‌یاد ابوالحسن صدیقی درست شد و در 1970 در باغ خیام نصب شده و فوق‌العاده زیباست. اونهایی که اصل رو می‌بینن موقع می‌بینن که واقعا هنرمند چقدر می‌تونه، اصلا انسان حس می‌کنه که آدم فکوریه. اینجا یک رباعی بنده گفتم در توصیف خیام: خیام که در علم چو سینا بود، در جبر و نجوم و فلسفه بینا بود. آشفته ز راز دهر و نادانی و مرگ، شیدای بتی و باده مینا بود. این هم آرامگاه خیام، مقبره خیامه که توسط استاد مهندس سیهون، هوشنگ سیهون درست شد و در 1963 در واقع به پایان رسید و این مقبره 10 پایه داره و اشکال هندسی داره. بعضیا خیال میکنن که این یک پیاله واژگونه. من از خودشون پرسیدم، گفت نه، هدف من فقط اشکال هندسی بود و مخصوصا اگر شما از پایین نگاه کنید در اون بالا یک ستاره‌ای رو می‌بینید که هدفش، منظورش این بود که خیام منجم هم بوده. تولد خیام در برج جوزاست، روز 8 اونگاه که عطارد در 16 درجه و در حال تثلیث رو به خورشید داشت. و خیلی جالبه که این آقایان منجمین میتونن روز، ماه و سال رو از روی این متن نجومی پیدا کنن. همونطور که ملاحظه فرمایید،
ببینید سال تألیف جبر و مقابله در 1070 میلادی جولی بوده که اگر مال ایرج ملکپور رو حساب کنیم 29 سال در اون موقع خیام داشته، در صورتی که با اسوامی میشه 22 سال. بعید میدونم که در 22 سال کسی یک کتابی به اون عظمت بنویسه که سارتن تاریخدان علوم آمریکایی میگوید که بهترین کتاب چیز ریاضیات در قرن در قرون وسطا. ما مرهون این مرد هستیم، ادوارد فیتزجرالد. اگر ایشون نبودن فکر نمی کنم که بنده اینجا در خدمتتون بودم و حرفی راجع به خیام می زدم، برای اینکه این آقا مجذوب افکار خیامی بود. رباعی ها رو در واقع ترجمه نکرد، ادپتاسیون کرد تا ترادیکسیون، و این باعث شهرت جهانی خیام شد و ایشون هم از برکت افکار خیامی شهرت جهانی پیدا کرد. اینجا رو ملاحظه بفرمایید، این رباعی یا این دو بیتی فیتزجرالد رو در اینجا ترجمهش آوردم. این از این رباعی الهام گرفته. دی کوزگری بدیدم اندر بازار، بر پارگلی لگد همیزد بسیار. وان گل زبانهار می گفت به او، من همچو تو بودم دمی با من ساز. یاد دارم توقف کردم در راه برای دیدن کوزگری که به سختی می زد گل تری را، و اون گل با زبان خاموشش زمزمه می کرد آرام برادر آرام خواهش. الهام گرفته ولی ترجمه نیست. حالا این رباعی اول رباعی علمیه که بنده میخوام خدمتتون عرض کنم. این به دو صورت آمده، در دایره‌ای در مرصاد العباد در 620 قمری نوشته شده، و بعد و دوری در مونس الاحرار تقریبا 80 سال بعد در 741 نوشته شده. به عقیده بنده دوری درست‌تره تا دایره‌ای. دوری دوران و زمان معنی صحیحی میده و بنابراین این میتونه یک موضوع خیلی علمی مهمی رو بیان کنه. دوری که در او آمدم رفتن ماست، او را نه بدایت نه نهایت پیداست. کسمی نزند دمی در این معنا راست، که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. این آمدن و رفتن در اینجا خیلی ها رو بنده تا اونجا که دارم همه رو و بنده رو کشوند به بیراهه. این آمدن و رفتن در قسمت دوم مربوط به زمان میشه. در اینجا خیام داره از زمان حرف میزنه. این زمانی که در ابتداش میشه مشخص نه انتهاش، معلوم نیست از کجا میاد و به کجا میره. نه اینکه ما از کجا میایم به کجا میریم. خیام در هیچ رباعی نگفته ما از کجا میایم، ولی در خیلی رباعی ها گفته ما کجا میریم، زیر خاک و سلام. این رباعی رو ملاحظه فرمایید، در ده چه آواز گل تازه دهند فرمای بوتا، که می به اندازه دهند از دوزخ و از بهشت و از حور و قصور فارغ بنشین، که این همه آوازه دهند. خیام ما رو تشویق میکنه در اینکه از زندگی لذت ببریم، حالا به اونم خواهم رسید. خب این هم ترجمه شه. سو اندیفرانت سوسون دبروی کنفکوریر، این آوازه میدهم. یعنی خیام معتقد نیست به اون به قیامت. یا این میخور که به زیر گل بسی خواهی خفت، بی مونس و بی رفیق و بی حوری و جفت. بایستی اینجا به جاش گفت زنهار به کس مگو تو این راز نهفت، هر لاله که پژمرد نخواهد بشد. رباعی دوم که باز جنبه علمی داره اینه، این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت، کس نیست که این گوهر تحقیق، حتی میگه تحقیق بسفت. هر کس سخنی از سر سودا گفتند، زان روی که هست کس نمیداند. در تورات هست که در 6 روز خلق شد دنیا،
در مقام و در همه جا. ببینید این چقدر این شخص مطمئنه جورج لومتر. ببینید دنیا چقدر عوض میشه. این آقای کشیشه، کشیش دانشمندی که فرضیه بیگ بنگ رو، یعنی انفجار اتم اولیه رو پیشنهاد کرد. این آقای فرد هویل انگلیسی مخالف جورج لومتر بود و با اون موافق نبود، میگفت که نه این درست نیست. بعد در یک مصاحبه در بی بی سی ازش پرسیده بودم که این آقای جورج لومتر چی میگه، این انفجار اتم اولیه چیه؟ به تمسخر میگه، میگه یک بیگ بنگ اتفاق افتاده. اون وقت این بیگ بنگ که خیلی گویاتره در روی این فرضیه موند، به طوری که حالا همه جا میگن بیگ بنگ. این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم. خورشید چراغ دان و عالم فانوس، ما چون صوریم کندرون گردانیم. خیلی ها متوجه نشدن برای اینکه نمیدونن فانوس خیال چیه. فانوس خیال شما نگاه کنید در انسیکلوپدیا خیلی چیزها هست. کوپرنیک مسئله هلیوسانتریسم، مرکزیت خورشید رو بیان کرد. ما چون صوریم کندرون گردانیم. وقتی که انسان از بیرون نگاه میکنه این صورتها رو میبینه که میان و میرن. حالا این خیلی جالبه برای ما پزشک‌ها. اینه که میگن الان آره این چیز انفرکتوس اینها زیاده، خب بهتر تشخیص داده میشه، ولی این بوده، با بشر بوده. این ربایی دقیقا نشان میده که مرگ ناگهانی در زمان خیام هم بوده. تا کی غم آن خورم که دارم یا نی. ما میگیم خیلی جاها میگن نه، ولی تاجیک ها که فارسی بهتری حرف میزنن میگن نی، و حتی نیشابوری هم میگن نی. بن عمر به خوشدلی گذارم یا نی، پر کن قدح باده که معلومم نیست. کندم که فرو برم برارم یا نی. بنابراین دقیقا نشان میده که مرگ ناگهانی بوده و خیام دیده، پیش عوامش، پیش نزدیکانش، پیش مریضاش، چون که حبابت هم میکرد. حالا این هم باز جالبه برای اینکه مشخصه که یک دانشمندیه که حرف میزنه. میگه نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره‌تر است. در صورتی که ناصر خسرو می‌فرماید نیک را بد دارد و بد را نکو، از بهر آنک بر ستاره سعد نحسن در فلک مسمار نیست. یک میخ طویله‌ای برای اونها نیست، هر کار دلشان میخواد میکنه. یا حافظ که خب عاشق و از عشق خیلی حرف میزنه، میگه که بگیر طره مه پیکری یا مه چهره‌ای و قصه مخور، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زهد است. بنابراین زهره و زهد در ادبیات ما خیلی مهم بوده و خیلی بدبختی ها را به اونها و خوشبختی ها را به اونها مربوط می دانستن. در 110 ربایی که بنده از خیام انتخاب کردم از بین 1267 ربایی و به فرانسه و انگلیسی ترجمه کردم، در این 110 ربایی در 79 ربایی به نوعی خیام از مرگ سخن میگه و همه میگن آدم بدبینی بوده. اگر مرگ حرف زدن بدبینیه، حقیقت بینیه، نه بدبینی. به هر حال هدف خیام اینه که ما را متوجه کنه که اون منتظرمونه، بنابراین از زندگی استفاده کنیم. بنده خواستم اینو به در یک بیت به حساب مختصرش کنم. ز خاطر مبر آخرین لحظه را، که تا بهره گیری ز هر لحظه ای. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. آقای شاهید ببخشید. با تشکر مجدد، من سوالی ندارم، ولی برای حضار میخوام اجازه بگیرم از خود پروفسور صادقی خاطری رو بگم
با امروز تفکرات پروفسور خیلی جالبه. ایشون چون اون اوائلی بود که عمل قلب باز رو انجام میدادن، وقتی بیمارا میومدن که اغلبا بین المللی از همه جای دنیا، عادتشون این بود که میگفتن بریم طبقه دوم اتاق 22-45 اینا مریضایی هم که دو سه روز من عمل کردم و بریم ببینیم چی انتظار شما رو میکشه. و چون پدر من 1975 عمل کرده بودم، اتاق دو نفره بود ولی نفر دومی نبود تا دو روز آخر، و روزی که این آقا رو عمل کردن فرداش ما باید بیمارستان رو ترک میکردیم. و پروفسور صادقی به چند نفر از این ثروتمندهای خلیج فارس که اومده بودن بیمارستان دولتی برای اینکه میدونستن نتیجه کار چی هست، گفت برین اونجا ببینید که حالتون چه خواهد شد. خب پدر من که داره میاد بیرون، ولی اون آقا عمل دیروز بود و حالش خیلی خوب بود، اما چون آدم خرافاتی بود و فکر کرده بود که ممکنه اینا نظرش بزنن، بدتر خودش حالشو بدتر از اون چیزی که بود نشون میداد و اون اونایی که اومده بودن وحشت کرده بودن، یه ایداد میداد ما رو عمل کنه اینجوری خواهیم شد. و پدر من اونجا زود شروع کرد که آقا چنین چیزی نیست، تو چرا این کار میکنی؟ و اون توضیح داد، خلاص یک تبلیغ منفی چند ثانیه‌ای برای پروفسور صادقی انجام گرفت. تخیلات عرفانی فرق داره با این. اصلا مثلا بعضی خیال میکنن که خیام عارف بوده، که ابدا اینطور نیست. ببینید دل هر ذره را که بشکافی آفتابی در میان بینی، یا حافظ میفرماید هر شبنمی در این ره صد موج آتشین است. ببینید اینها تخیلات عرفانیه که اصلا ربطی به علم نداره. ولی وقتی که بنده میبینم میگه که این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت، میگه این خیلی ساده و رکراسته، بنده نمیتونم این جور دیگه تعبیر کنم، تخیلات عرفانی نیست. قبل از اینکه اول از این تصور شروع بشه و آثار تمام این شاعران بزرگ و هنرمندان بزرگ، ارزشش در این هستش که یک منبع بزرگی هستن که این تخیلات بشری رو گسترش میدن و به تعداد، همچون در علم هرمونیتیک گفته میشه، به تعداد خوانندگانش هم میتونه ترجمه و استنباط بشه و هیچ محدودیتی هم در این زمینه وجود نداره. و به همین دلیل هم شما هم یک استنباط خودتون رو بیان کردید که خیلی هم دیوا بود. مرسی، خیلی ممنون آقای پروفسور صادقی، خیلی ممنون، واقعا لطف کردید. جناب پروفسور صادقی از یکی از همکارانشون که ایشون جراح هستن از تاجیکستان اومدن، از قسمت سوغد یعنی سمرقند، نزدیک سمرقند، ایشون بودن که گفتن به آقای صادقی که اینجا همه واژه عربی به کار میبرن، چرا اینقدر واژه عربی به کار برده میشه توی این صحبت ها؟ درودی به پایان به اهل نشست، از مردمی تاجیکستان، مردمی همزبان اونجایی که زبان فارسی است، و من امروز بسیار شادم که چهرهای زیبای شما را در اینجا میبینم. رودکی بزرگوار فرمودند هیچ شادی نیست در این جهان بهتر از برتر از دیدار روی دوستان. و شهرت خیام به همتا بود و تاجیکستان کوچکی ما هم خدمت های بسیار باسزا برای خیام شناس کرد. و امروز ما از اون شادیم که رئیس جمهوری روسیه پوتین در یک سخنرانی خود گفت، سوال دادم به او که شما در لحظه غمگین از با کدام راه نجات می‌یابید؟ گفت که با خواندن رباعیات خیام. برای من نجات فقط رباعی خیام است. و با این گفته و پس از این گفته و هزار ها نمود و چندین زبان ها اشعار رباعیات خیام در روسیه چاپ شد با نگارش های به نهایت زیبا. نمیخوام شما خسته شده، وقت زیاد شما رو گیرم، برای من باز یک بار دیگه با استاد صادقی اظهار صمیمانه عرض سپاس میگویم. خدمتشون به پایان است. این کس در یک شخصی هستن که در تاجیکستان معروفترین جراحی دل تشکیل کردن. من نمیدونستم که با این کس بدون جراح دل بودن. باز کتاب خیام شناس بزرگم، از ادبیات زیاد آگاهی دارم. من از اهل نشست اینجا جوانا هستن،
آرزو دارم، خواهش میکنم که همین زبان ملکوتی فارسی را نگاه دارم. من میدونم برای شما مشکل است، شما در هجرت هستید، در بین دیگر ملت ها هستید، لیکن اون چیزی بزرگترینه که خدا به ما تحفه کرد این زبان فارسی است. مولانا گفتن که فارسی گو گر چی تازه خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. من میگویم که اگر زبان قرآن زبان پیغمبر باشد، زبان خدا زبان فارسی است.